عقل سلیم در بدن سالم. گاهن ما فکر میکنیم که نعمت عبارت از رزق، عبارت از روزیه و یا عبارت از اینه که شخص پولدار باشه، عبارت از همون پولی که شخص به دست میاره، رزق و روزی عبارت از همونه. معنای نعمت در جامعه ما خیلی بسیطه. همون تصور و فهمی که از کلمه نعمت گرفته شده در ذهن ما و در تصورات ما خیلی تنگ و خیلی بسیط گرفته شده. فکر میکنه همون نون خشک گاهن که به دست ما میرسه عبارت از نعمت میباشه، به دور از اینکه ما یک سلسله نعمت‌های زیاد و فراوان داریم. کما اینکه الله متعال در قرآن کریم میفرمایه که اگر بخوای تو بشموری اونا رو شمارده نمیتونی، اونا رو شمارش کرده نمیتونی. که یکی از اون نعمت‌ها رو میتونیم نام بگیریم که جسم سالم و جسم نیرومند و تنومند ما میباشه، صحت و سلامتی ما میباشه، که یکی از نعمت‌هایی که الله متعال از بین بهترین نعمت‌هایی که برای ما داده و او برگزیده که یک شخص سالم باشه و از او شکر بکنه و شکرگزار از اون نعمت باشه. همون قسمه. اصلا یکی از راه‌هایی که جسم سالم نگاه می‌داره و مهمترین و اساسی ترین راه قضی ورزشه. در زبان عربی بر ورزش ریاضت میگن. ریاضت به معنای ممارست جسمیه که فرد چس و چالاک به بار میاره. یا یک تعریف دیگر از ورزش میکنن، میگن ورزش اوت افعال و اوت فعالیت هایی که انسان رو ورزیده میسازه. اصلا در دانش دینی خودم ما ببینیم، اسلام در نظام تربیتی اسلام به تربیت اخلاقی و روحی و جسمی خیلی تاکید داره. که مصداق تربیت جسمی رو میتونیم قضی ورزش بدانیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ورزش میکردن و اصحاب خود توصیه میکردن که همیشه قوی باشن و تنومند باشن، توی که به جلو دشمن که میرن دیگه اونجگا کم نیارن، همیشه جسمای سالم داشته باشن. اصلا یک قانون جالب وجود داره که برای به اصطلاح برای از اون میگن به اصطلاح انگلیسی use it or lose it، استفاده کن یا که او از دست بده. این به چی معنیه؟ انسان هر چقدر تحرک و جنبش داشته باشه توسط هر عضو بدن خود خو فعالیت و انرژی و توان و نیرو و طاقت همو عضو بدن نه تنها که کاهش پیدا نمیکنه بلکه افزایش پیدا میکنه و اون نیرو خود از دست نمیده. انسان و مسلمان باید که به مراتب نسبت به دیگه انسان ها در قسمت در زندگی خود خود برنامه منظمی برای ورزش داشته باشه. ما شما اگر تحرک و جنبش اعضای بدن ما شما نداشته باشن، نه تنها که به مریضی ها و به امراض جدیدی که حتی شاید بشر هنوز کشف نکرده باشه مبتلا باشیم و حتی که شاید موجب بشه که ما رو به زمین بندازه و در کهنسالی توان راه رفتن هم نداشته باشیم. به این خاطر بعضی از اندیشمندانی که در این قسمت و بعضی از اطبایی که در این قسمت تحقیق کردن و بر اساس تجربیاتی که داشتن روی مردم متفاوت در جوامع متفاوت در مکانها و زمانهای متفاوت به این نتیجه رسیدن که انسان باید تا جایی که جا داره کوشش بکنه که در زندگی فعالیت‌های مستمر و دوامدار و منظم ورزشی داشته باشه. چرا؟ مثلا تصور بکنیم خصوصا امروزه در جامعه ما و شما افرادی که مثلا از این سنین 30 به بعد میرن دیگه هیچ گونه فعالیت و تحرک جنبشی که قبلا در جوانی و نوجوانی و کودکی و طفلی خود داشتن اون ندارن و این آهسته آهسته شما خیلی کمتر فرد میبینید، خیلی کمتر که از سن 30 و 40 به بعد باشه که توانایی دویدن داشته باشه. نه این خیلی یک وقتی که خیلی از وقتا یک رسم غلط هم در جای ما جا افتاده که دویدن از سنین 30 به بعد یک شرمه برای خیلی از مردم ها و ما و شما و خیلی از کسایی که از این سنین بالاترن میشرمن و حیا میکنن از اینکه بدون بدون، در حالی که دویدن اصلا شرمیه. حتی در جای میگه که همه پدر مادر مثلا شما میخواین که برای از اون خدمت بکنیم، خدمت کردن این یه که سیر جان برای از اون شما مثلا چای مایان شما برای از اون برای پیاله و ترمز بیاییم و پیش از این رو بگذاریم، یا یک دیگه وسیله که دوست دارم بیام بگذاریم خدمت کردن اینه که بابا جان بیا بریم با هم چای بیاریم. چرا که او تحرک و جنبش که داشته باشه آهسته آهسته همو فعالیت های بدن از او قوی تر میشه و انرژی و نیرو خود از دست. به همین طریقی دریسیان اگر بیایم به آموزه های اسلامی ما نگاه بکنیم، طبقی که شما گفتین سویل جان، نه تنها که از ورزش منع نمیکنه بلکه تشویق به ورزش میکنه. او جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه رقم اصحاب و یاران و دوستان خود ورزش میکنه تشویق میکنه که شما بریم اسب سواری یاد بگیریم، بریم نیزه
پردازی یاد بگیریم یا تیراندازی یاد بگیریم یا اینکه آب بازی یاد بگیریم، چقدر اونجی تشویق میکنن به زی پیامبر علیه الصلاه و السلام. و در کل در آموزهای اسلامی وقتی که ببینیم اصحاب کلن روی می آوردن به زینا و تمرین و ممارست میکردن تا ای که در میدان جهاد و مبارزه قوی باشن. همون رقم در میدان جهاد و مبارزه قلم قوی بودن، در میدان جهاد و مبارزه جسمانی هم قوی باشن و نیرومند باشن. همون قسمه. اصلا بعضی فاکتورها و گونه های ورزش داره که خیلی متعدد و بیشماره. بعضی ورزش های هست به گونه تخصصی که شاید هر کس نتونه رو انجام ده، اما بعضی ورزش های هم هست که هر کس میتونه انجام ده. مثلا یکی غزی باسکل سواری، باسکل سواری خیلی فایده داره. یکی غزی دویدن و دویشه که شما گفتین. یک حدیثی هست که یک روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با حضرت عایشه در یک منطقه مسابقه دویش میگذارن. به بار اول حضرت عایشه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سبقت میگیره، اما حضرت عایشه میگه که چند سال بعد که دوباره به همو را ما با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مسابقه دویش گرفتیم، پیامبر به اونم پیروز شدن و پیامبر ببردن قضیه. چرا؟ به خاطر از اینکه میگن اونجاها کمی فربه شده بودن و چاخ شده بودن. و باز بعضی از ورزش های هست که اونها گونه تخصصی داره، مثلا مثل قضیه فوتبال. فوتبال از فاکتورها و گونه های اساسی ورزشه که در چربی سوزی و دیگه مسائل بدن خیلی فایده داره. اما امروز متاسفانه برای آدمای قرب زده و برای آدمای سیاه دل تبدیل شده به یک چشم بند چشمی و رقابت های ناسالم. یک دیگه از ورزش هایی که میتونه مشابه بکنه قضیه آب بازیه. از قدیم میگفتم که سه چیز انسان مرد بار میاره و شجاع میکنه، یکی آب بازی، یکی استفاده درست از اسلحه و یکی رفتن به میز خطابه که سخنرانی و موعظه بکنه. و قضیه بعدی که میتونه ما شما از او استفاده کنیم برای ورزش قضیه کشتیگیریه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کشتی میگرفتن. یک شخصی بود در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نام رکانه. این خیلی فرد قوی و پهلوانی بود، هیچ کسی به قضیه کشتی زده نمیتونست و این مسلمان نبود، کافر بود. حتی در بعضی روایت آمده که یک پوست گاو جلد گاو میگذاشتن این پاخ رو میگذاش به روی ازو و چند نفر رو کش میکردن از در پای ازو بیرو کردن بتونستن تا این که همو پوست پاره میشد، از هم جدا میشد. یک روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو میبینه که تیر میشن، میگه محمد تو بیا که ما تو با هم گوشتی میگیریم، اگر تو مر در کشتی زدی ما مسلمان میشم، بر علاوه که مسلمان میشم به هر بار ما به تو 100 شطرم میدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بخصوص جسم نحیف و لطیف داشتن، خیلی بی اندازه چاق نبودن. با این کشتی میگیرن بار اولی به زمین میزنن 100 چطور میگه به تو میدم، بار دوم امور به زمین میزنن باز میگه 100 چطور دیگه میدم، بار سوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به زمین میزنن میگه 100 چطور دیگه میدم. امو قسمت مسلمان نمیشه، بعد ها مسلمان میشه. یعنی امور میرسونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم ورزش میکردن، این قسم نبوده. چیزی که در کنار از این سلامتی ورزش برای ما شما فواید و ارزش های بیشتری هم داره و بعد که بیشتر به رو متوجه باشیم و اصلا او از بانوان عادت قرار بده، مثل خوردن و نوشیدنی که در زندگی نیاز داریم، همون قسم به ورزش کردن و تحرک و جنبش هم نیاز داریم. ورزش از خود خود فواید زیاده داره و این فواید بیشمارن و حتی که انسان شاید توانایی شمارش فواید و به منوی مفیدیت های ورزش هم نداشته باشه. یکی از فواید اصلی از این ورزش که به مراتب انسان را به یک فرد متفاوتی مبدل می‌سازه اینه که ورزش فرد اجتماعی میکنه. درست. در جوامع امروزی خصوصا طوری مثلا عناصر و به نوعی ساختارهای جامعه در امتنیده شدن که فرد در یک فرد منزوی قرار میدن، خصوصا در جامعه که اصلا دین وجود نداشته باشه و یک حتی اصلا دین وجود داره ولی همو به معنای واقعی برزش ها و شاخصه ها و شاعر و مؤلفه های دین عمل نمیشه. در این جامعه میبینی که افراد منزوی میشن، افسرده میشن، به سمت انزوا قدم میگذارن، ولی وقتی که فرد بیه ورزش بکنه، ورزش کوشش میکنه فرد خود دیگرها وارد تعامل بشه، خود دیگرها حرف بزنه، خود دیگرها برنامه داشته باشه، خود یکی بره، خود یکی بیایه، وی آهسته آهسته کوشش میکنه و انزوار از بدن انسان دور بکنه و یک فرد به یک فرد اجتماعی مبدل بکنه. به همین طریق درستان یک داستان یاد ماماد از سلامتی و ورزش کردن. دو دوست روز به راه میرفتن، یکی از اونا میگه که اشتا خوب بود، همین ساختمان ها و همین موتر ها و اینا از ما می بود. اصلا میگه وقتی که خداوند اینقدر دارایی و اینقدر ساختمان و اینقدر موتر و اینا رو همگی تقسیم کردک، ما تو کجا بودیم؟ برای دوست خو میگه دوست از این دست از این میگیریم و روی شفاخونه.
در حالی که یک آه میکشه از دردی که داره، یک به کمایه، یک سیروم به دست اونه، یک داره پیچکری به زود تزریق میشه، بعد از دوست خور میگه دیدی؟ میگه چیر؟ میگه نفهمیدی؟ میگه نه. میگه وقتی که الله مطال مریضی تقسیم میکرد ما او تو با کجا بودیم؟ اونجی اون نفر میگه ما وقت نعمت سلامتی رو فهمیدم، که نعمت سلامتی از هر رقم نعمت بالاتره، از هر نوع نعمت بالاتره و باید شکرگزار از این باشیم. و این سلامتی باید همون رقم که شما گفتین سهیل جان با ورزش حفظ بکنیم. هرچی ممارست بیشتر، تمرین بیشتر، ریاضت بیشتر و ای که ورزش های مختلف یاد بگیریم، در میدان های مختلف حاضر باشیم، این به نفع خود مانه، همون مهارت های ما رو افزایش میده و به سلامتی ما بیشتر میافزایه. اصلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند برای یک از اصحاب که این لنفسک علیک حق، همان جان تو و جسم تو برای تو حق داره، این جان و جسم این امانت الهیه، این باید حفظ کنیم، در حفظ از او خیلی کوشا باشیم. برای حفظ سلامتی صحت انسان چند راهکار پیشنهاد شده. یکی قضیه تغذیه سالمه، که فرد بفهمه چی میخوره و کی میخوره. خیلی دیر خوردن در نیمه های شب خیلی نقص داره قضا، چون هضم نمیشه. دکتر صاحبا میگن اگر او در نیمه های شب قضا میخوره 10 دقیقه قبل از خواب شکم خور مالش بده، و ما ماله بخاطر که به همون مریضی یبوست، مریضی قبض و گوارشی گرفتار نشه. یکی تغذیه سالمه و بفهمه که چی میخوره. مثلا خوردن سبزیجات خیلی فایده داره، خوردن میوه ها خیلی فایده داره، یعنی از روغنیات کمی فاصله بگیره، این خیلی مهمه. قضیه دوم قضیه ورزشه. تا میتونه ورزش کنه، بهترین راه برای ورزش پیاده رویه. دکتر صاحبا میگن فردی که 6 کیلومتر در روز پیاده روی میکنه، او از مریضی های مثل قند و دیابت و امثال هم در امان میمانه و میزان از اینا کاهش میابه. و قضیه بعدی یک چکاپ عمومیه که این خیلی مهمه. چی ما، چی شما، چی خانواده های ما توصیه کنیم که حداقل به یک سال، در سال یک دفعه خود ما، همسر خود را، والده خود را، دیگه اطفال خود یک چکاپ عمومی بکنه، که مثلا اون مشکل در مغز و اعصاب نداشته باشه، مشکل در قلب نداشته باشه. و مثلا دیگه که ما نمیره اینه که این نکته فراموش نمی کنیم که برای از اینکه جسم تنومند داشته باشیم باید تا میتونیم جسم خود به حرکت بیاندازیم. مثلا ببینین ابن عمر رضی الله عنه یک حدیث روایت میکنه، میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک منطقه در مدینه بود از حفیه تا ثنیه الوداع، یک منطقه بسیار صاف و همواری بود که در اونجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بین جوانای مدینه مسابقه اسب سواری برگزار میکردن. حدود 10 کیلومتر بود. ابن عمر میگه وقتی که هر کسی در اونجا کامیاب میشد و پیروز میشد و بردگی کسی غالب میشد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی تحسین میکردن، برای او جایزه میدادن. اینو اهمیت ورزش در دین ما میرسه. یک چیزی که خیلی مهمه و یک از فواید دیگه ورزشه و به اصطلاح نیاز همگی ما و شما جوانان هم هست، تقویت حافظه. طبق تحقیقاتی که انجام شده، هر چقدر ما ورزش بکنیم، حافظه ما شما در گرفتن معلومات و در گرفتن چیزهایی که مورد مطالعه قرار میدیم فعالیت بیشتر میکنه و مثمریت زیادتری از خود خود نشان میده. وقتی که انسان تحرک داشته باشه، فعالیت های ورزشی انجام بده، آهسته آهسته جریان خون در بدن انسان افزایش پیدا میکنه، نه سرعت و شدت بیشتری پیدا میکنه. وقتی که این جریان خون در بدن انسان افزایش پیدا کرد، به تبع از این جریان خون در مغز انسان هم افزایش پیدا میکنه. وقتی که جریان خون در مغز انسان هم افزایش پیدا بکرد، این شدت جریان خون در این کمک میکنه که همین بافت سلولی مغز که در از سنین 40 به بعد خود میخواد که شروع بکنه به از دست رفتن، همین جریان از این کن میشه. یعنی همین بافت سلولی مغز که از سنین 40 به بعد آهسته آهسته میخواد شروع بکنه و کن بشه و کن بشه و فرد به یک شخص تبدیل بکنه که ذهن از او خیلی دیر میگیره چیزهای و که خیلی چیزها از حافظه یاد از او میره، او کوشش میکنه که همون بافت سلولی مغز نگاه داره و او به سلامتی از او کمک بکنه. و همین خاطر شما بریم نگاه بکنیم، مثلا بیشتری از کسایی که ورزشکارن حافظه بیشتر دارن. شاید نیاز باشه یک فرد ورزشکار یک بار یک کتاب بخونه، ولی کسایی که ورزش نمیکنن شاید نیاز باشه 2-3 بار کتاب بخونم، یک مطلب بخونم تا او یاد بگیرم. و همین خاطر ما شما خوبه دیگه یک برنامه منظم داشته باشیم و هر وقت هم که دوست داریم که چیزهایی که برای ما شما مردم انتقال میدن، استاد انتقال میده و از کتاب میخوایم که چیزی یاد بگیریم، بیم ورزش بکنیم تا در گرفتن از این چیزها خوب سریع باشیم و حتی که نسبت به دیگرها یک سطح بلندتری هم
داشته باشه. پیدامه که پاشم ادریسیان بگم به طبقی که شما دو برادر ورزش میکنیم، من یک ورزش دارم، باز داخل باشگاه بودم، یک تجربه داخل باشگاه بودم، یک از مردان کهنسال اونجا وزنبرداری میکردن، خیلی سن زیاده داشتن، خیلی کهن بود، کلن اصلا در داخل ریش از اونا یک تار سیاهی هم پیدا نمیشد، کلن ریشون سفید بود. وزنی که اونا بالا میکردن من خیلی غبطه میخوردم که کاش اون وزنه را ما بالا کرده بودن به این جوانی. بعد از برای دوست خود گفتم که اجی ماما جان چقدر وزی سن بالایی که دارن، نام خدا خوب نشا با نشات هم بشاش هم سرحال هم این وزنی سنگین رو بالا میکنن، در حال که نیم بالا کرده میتونم و نیم هم تو بالا کرده میتونی. بود دوستم خیلی گپ جالبی گفت، گفتک یکی از احتمالاتی که فعلا جناب اجی صاحب خوب میتونم کار بکنم و ورزش بکنم اینه که در آوان جوانی ورزش میکردن، از آوان جوانی و آوان نوجوانی ورزش داشتن و تا حال ادامه داشته. خوبی که شما ذکر کردیم که ذهن از کار میفته، جسمم هم رقمه، در وقتی که جسمم میخوای همون بافت سلولها از دست بده، همون قدرت همون وقت از دست دادن رو به تاخیر میندازه یا کند میکنه تا اینکه جسم دیرتر نحیف بشه، دیرتر ضعیف بشه و دیرتر از کار بافته، ورزش باعث از این میشه. اصلا فایده های دیگه هم داره سیار جان، مثلا اتباع دکتر صاحبا که بیان میکنن میگن یک از فایده های ورزش اینه که مرض دیابت در انسان کاهش میده یا اصلا مانع ایجاد مرض دیابت یا می قضیه قند خون میشه. قضیه قند خون خیلی قضیه مهمیه که خیلی از هموطنان ما شما متاسفانه قضیه گرفتارن به مرض دیابت. راه کاهش از او همین قضیه ورزشه. یا مثلا قضیه اضطراب و ای که فکر ما در حال نوسانه و نمیتونیم یک فکر واحد داشته باشیم، مضطربیم، ای با ورزش حل میشه. دکتر صاحب میگن بعضی هورمون های در بدن انسان هسته به نام هورمون اندروفین. این هورمون فقط وظیفه از او اینه که حس خوب در انسان بی ایجاد میکنه، انسان رو نشیط میکنه، انسان رو سرحال میکنه و این فقط به وسیله ورزش به وجود میاد. همین هورمون ها ایجاد از اونها وابسته به انجام تحرک جسمی انسانه و تحرک جسمی انسان فقط با ورزش میشه، نه به چیز دیگه. و قضیه دیگه که متاسفانه امروز جامعه‌گیر بعضی از افراد جامعه ما شما هست، قضیه سرطانه. دکتر صاحب توصیه میکنم که قبل از اینکه به این مریضی گرفتار میشید بشیم ورزش کنه. ورزش وزن رو برابر میکنه و همون کالری بدن رو میسوزانه و میکروب ها و ویروس هایی که در داخل بدن از آماده و اون میخواه یک قده سرطانی در بدن از اون تشکیل بشه، اونا رو از بین میبره. اصلا یک چیز جالب حاله به یاد نامان میگه که کسانی که افسردگی دارن، خب طبیعتا افسردگی اول باید بفهم از کجا ایجاد میشه. افسردگی اینه که نفر آیسته آیسته وقتی که از محیط خود خود ناراضی شد، از افراد محیط خود خود و کسایی که چی در محیط خوردی مثل خانواده قرار داشته باشه، چی در محیط میانتر کوچه و چی در محیط بزرگتر مثل جامعه قرار داشته باشه، وقتی که از اینا ناراضی شد بالاخره از خود هم ناراضی میشه. یعنی یک ناراضی باطنی برای از این دست میده، ناراض بودن باطنی. وقتی که انسان افسرده میشه و ای از خود خود ناراضی میشه، بالاخره به سمت انزوا میره. اما ورزش بهترین راهکار که خود اطباء ارائه میکنن برای درمان افسردگیه. حتی میگن 30 تا 35 دقیقه ورزش روزانه به گونه مستمر و دوامدار و منظم مساویه به استفاده کردن از تابلت های و داروهای ضد افسردگی. خیلی مهمه، نه ما هر چقدر ورزش بکنیم این بالاخره برای ما شما وقتی که اس اعتماد به نفس داد از خود رو آهسته آهسته راضی میشیم. بعد قوت و نیرو و نشاط بیشتر که پیدا بکنیم، وقتی که از خود رو راضی شدیم بالاخره و افسردگی ما هم از بین میره و انزوا هم از دست میدیم و یک فرد اجتماعی مبدل میشیم که همه دوستان خود ما و شما تعامل بکنن. من یک تجربه برای شما یادآوری بکنم ادریس جان. یک دوستی داشتم خیلی پولدار بود، تجارت گسترده داشت، حتی وسط ولایت هرات هم نه بلکه تجارت وسط افغانستان بود. او همیشه جمعه ها بعد از نماز جمعه میرفت به دروازه شفاخانه هرات به زونجی میششتک. یکی دو دفعه که ما با هم ملاقات داشتیم گفتم کجایی، گفت دم دروازه هم. دم دروازه شفاخانه هم. باز ما او را از اونجا گرفتم و رفتیم به دگه جا تایی که ملاقات را داشتیم ایجاد شد. یک روز از این پرسیدم که تو بعد از نماز جمعه هر جمعه میری یا هر روز میری چی رقم؟ گفت نه من هر جمعه میرم دم دروازه شفاخانه. خب برای از این پرسیدم چرا؟ گفت اگر من پدرم همیشه نصیحت میکردن که اگر یک وقت برای تو یک حس خودخواهی، خودنمایی یا کبر چیزی پیش آمد به دو جا برو، اول قبرستان
اگر در به اونجی که اثراتی به خونه دیدی قلبتو خیلی سنگین شده بود، سخت شده بود، یک چرخ دادم شفاخانه برو، باز اونجی حتما او شکست رختایی که هسته حتما اونا رو ببینی دلتو ملایم میشه. و من هر وقت که میام به زینجی یایی که این مریضی هایی که تکر میکنم و حادثه میکنم اینا رو میبینم، هر کدوم از اینا میام با حالت ناهنجار یا خون و خون مال که میام اینا رو میبینم، خیلی از اون حالتی که قبلا برام دست داده بود پایین میام و احساس تواضع میکنم. و یکی دیگه هم کوشش میکنم که ورزش بکنم، چون وقتی که اور میبینم که سلامتی درست نداره و ناسلامتی داره، یعنی مریضه، من همون نعمت سلامتی رو او وقت پی میبرم. وقتی که میبینم او چقدر کوخه میزنه و ازید نرسیدن مثلا اکسیژن به عذابه، یا ای که مثلا درست تنفس کشیده نمیتونه، یا ای که انواع و اقسام مریضی های برای ازی پیش آماده و او نمیتونه درست از او سلامتی نعمت سلامتی برخوردار نیه، او وقت نعمت سلامتی رو میفهمم. و همین باعث میشه که من به دو کار خود همیشه پایبند باشم. اول ای که هیچ وقت برای من خودنمایی، خودخواهی و کبر دست نده. دوم ای که همیشه نعمت سلامتی قدر ازی رو بفهمم و ورزش بکنم. آیه ادریس جان در قرآن کریم هست که مفسرین میگن ای از این آیه عیناً قضی ورزش فهمیده میشه. تو همو گفتار برادران حضرت یوسفه که برای پدر خود میگن ارسل هما انا قدن یرتع و یلعب، برادر ما یوسف فردا با ما بفرست که در صحرا بریم و اونجا با خود چکر بزنه، به اصطلاح ما شما سیر و سیاحت بکنه و بازی بکنه، ساعت تیری کنه. یعنی مفسرین میگن بازی ورزش از آیه قرآن کریم هم فهمیده میشه. چرا؟ چون اسلام به جسم سالم خیلی اهمیت داده. یا مثلا او قضیه یک ورزشی که بین جوانا امروز مروجه، قضیه زوبی اندامه که در کلاپای زوبی اندام اینا میرن، این قضیه هست. اصحاب پیامبر کریم صلی الله علیه و آله همین قصه میکردن. اونجا یک حدیثی هست که روی ان النبی مر علی قوم و هم یرفعون الشجع، اونا سنگای سنگین و وزنین بالا تبالا میکردن به خاطر از اینکه بازوها از اینا و اندام از اینا قوی بشه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فلم ینکر علیهم، پیامبر صلی الله علیه و آله بر از اینا انکار نکردن، حتی اونا رو تشویق هم بکردن. پس خیلی مهمه، تا جای مهمه که از اساسی ترین مفاهیم و مزامین دین ما شما همین قضیه ورزش. یک چیزی که در ورزش همیشه ما رو فراموش میکنیم و ما و این فراموشی باعث شده که فعالیت منظم ورزشی نداشته باشیم، اینه که نمیفهمیم که ورزش در بانشاط بودن و در ایجاد روحیه قوی در برابر مشکلات و موانع زندگی میتونه ما رو کمک بکنه. ما اگر بفهمیم که ورزش میتونه ایت مثمریت و فایده داشته باشه، هیچ وقت ورزش رو ترک نمیکنه. شکست ها و پیروزی هایی که در ورزش وجود داره، تلاش ها، ممارست ها، رنج ها و بالاخره و عرق ریزی هایی که وجود داره، برای انسان خیلی وقتا میفهمونه که تو در زندگی بعد در برابر موانع و مشکلات و مصائبی که به تو میرسه قوی بشی، تا اینکه از پس از او موانع قدم به پیش بگذاری، اونها رفع بکنی و بالاخره به یک فرد قوی تری مبدل بشی و به مو اهداف و آرزوهایی که در زندگی داری دست پیدا بکنی. امیدواریم که خداوند متعال و منان هم برای ما و شما توفیق بده تا در زندگی خود خوب فلان منظمه برای داشتن ورزش و فعالیت‌های مستمر و دوامدار در قسمت داشته باشیم و تحرک و جنبش بیشتر داشته باشیم، تا یک مؤمن قوی باشیم. مثل همون حدیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند، مؤمن قوی بهتر نسبت به مؤمن ضعیف، چه از لحاظ جسمی باشه، چه از لحاظ عقلی باشه، چه از لحاظ فکری. انشاءالله به امیدی که خود ما زندگی صحتمندانه داشته باشیم، خانواده صحتمند و جامعه صحتمند داشته باشیم. ما حال تصمیم بگیریم که اگر اوت یک ورزش منظم نداره، من خود ورزش منظم ندارم ولی پیاده روی زیاد میکنم دیگه، بعضی ورزش های جزئی و ضمنی هست، یک ورزش های اساسی و تخصصی برای خود انتخاب بکنیم. انشاءالله.